زیست با تشکر از دی اگری افغانستان و دوست و همکار خوبم دکتر ناصر اوریا متخصص داخله از آمریکا. در این هفته خواستیم بحثی داشته باشیم روی سیستم دفاعی عضویت. ما خالق وایسی متخصص داخلی عمومی یا فیملی مدیسن از فنلند با شما هم کلام استم. دکتر صاحب اوریا خوش آمدین به برنامه. سوال اول ما از شما ایست که اگر وقتی ما میگیم سیستم دفاعی بدن یا سیستم معافیتی بدن، دقیقا هدف ما از این حرف چی است؟ با عرض سلام به شما و همه دوستان، سیستم دفاعی انسان سیستم است که انسان مدافع میکنه مقابل تهدیدات مختلف ویروسی، باکتریایی، فنگسی، پرازیتی، سمیاتی که در محیط است و سمیاتی که در وجود تولید میشه، حجرات وجود که ممکن سرطانی شود و سیستم معافیت میکنه. این کلش یک سیستم است که به نام سیستم معافیتی یا ایمین سیستم یا سیستم دفاعی وجود انسان یاد میشه. و می خاطر است که انسان میتونه در عالم تهدیداتی که وجود داره زندگی نرمال خود پیش ببره. سیستم دفاعی انسان مثل یک کشور است یا مثل یک قلعه نظامی است. اما طوری که یک کشور می بینیم که سرحدات داره، بندر داره یا یک قلعه نظامی، برج و بارو داره، دیوار داره، دروازه داره، کلکین داره، به می قسم سیستم معافیتی وجود هم اینمود که یک ساختمان داره و مراتب مغلق تر از این. مثلا وقتی که آدم می بینه که یک کشور یک ارتش داره، یک اردو داره، در این اردو آدم می بینه که جنرال های نظامی است، عسکر است، مثلا محافظین است یا ایست که فابریکای سلاح‌سازی است، سلاح است. با این رقم به مراتب مغلق‌تر سیستم معافیتی هم همینطور است. سیستم معافیتی انسان دو بخش داره که یکی به نام بخش ذاتی یا innate immune system یاد میشه که سیستم دفاعی است که قبل از تولد وجود داره. مثلا جلد انسان، مغشای مخاطی، بعض انزایم های که هست یا مثلا اسید میده، این چیزایی است که به صورت طبیعی انسان محافظه میکنه از دخول این میکروبا و تهدیدات. دیگه سیستم کسبی است که این سیستم پسان کسب میشه. وقتی انسان با یک میکروب مواجه میشه، با یک ویروس مواجه میشه، با یک باکتری مواجه میشه یا با هر جسم خارجی که در وجود باید نباشه مواجه، این سیستم بخش دوم سیستم معافیتی کسبی یا adaptive immune system است. این به فعالیت آغاز میکنه. بخش اول نان سپسیفیک است، یعنی با هر دشمن این رقم مقابله میکنه. بخش دوم سیستم سپسیفیک است، هر دشمن شناسایی میکنه، هویتش پیدا میکنه، ایره با شکل خاصش مقابلش مبارزه میکنه و در صورت توانی از بین میبرش. ما گفتیم که سیستم دفاعی بدن دو خط داره، خط اول و خط دوم. آیا خط اول ناکافی است؟ دو خط از هم فرق عمدیش در بوجود آوردن معافیت چی رول داره؟ فرق این دو در دفاع از بدن چی است؟ سیستم innate یا سیستم ذاتی مثل که در قلعه نظامی گفتیم یا یک سرحد میبینیم، وقتی است که دشمن هنوز به داخل نفوذ نکرده، یعنی یک باکتری یا ویروس، این سیستم اول یا innate immune system سیستم ذاتی مثل جلد یا غشای مخاطی که گفتیم یا اسید میده مثلا یا اش، اینا دفاع میکنن، یعنی نمیمونه که جسم اجنبی هر چیزی که باشه داخل وجود شود. اما طوری که در قلعه نظامی دشمن نمیمونه که داخل شود و این یک سیستم است که نان سپسیفیک است، همونطور گفتیم که مقابل هر دشمن این رقم عمل میکنه مثل یک نشانزن شیشته، هر کسی که می آدم است، فیل است، شتر است، هر کسی که است که تمام یک تفنگ میزنش. این سیستم ذاتی است. اما وقتی که یعنی ای آنن عمل میکنه، اکسل عملش آنی است، سیستم بعدی که است اکسل عملش وقت میگیره، اون سیستم مشخص، این سیستم غیر مشخص. در این سیستم هم دو بخش داره، یکی بخشی که همونطور گفتیم بخش فیزیکیش است که جلد و بخشای مخاطی، یا بخش دیگه هم داره که وقتی که میکروب داخل شود مثل که یک دشمن داخل یک قلعه نظامی شود،
باید آدم دفاع متفاوت کنه. اول خامون گارد یا محافظ که است او هم سرش فایر میکنه که ایده ای اجرات شامل است، مثلا اجرات که به نام مکروفیج یاد میشه، اینمی گارد یا محافظ است. وقتی که اینا نتونن مانی جسم اجنبی شوند، اینا مخابره میکنن، کمک میخواهن از مثل که در قشلیز نظامی هم درست کمک میخواهن از دیگه حجرات. این حجرات دیگه که میه به نام نیوتروفیل یاد میشه که این هم حجرات است که میکروب بلند میکنه از بین میبرش. در این وقت که این مخابره میکنه و سیستم دیگر خبر میکنه، کمک میخواه، یک آلت التهابی رو به وجود میاره که این باعث از این میشه که جدار اویه منفذاش کلان شود، مایی داخل شود، یعنی در محیط آبی این فعالیتش بیشتر است. همچنان بعض مواد کیمیایی رو افراز میکنه که درجه حرارت وجود بالا میبره، یعنی باعث تهم میشه که این سیستم مدافعی وجود در این حالت که درجه حرارت کم بلند باشه سیستم فعالیتش بهتر است. در قدم دوم که این هم جزء سیستم ذاتی است اما حجرات است، در پولی مکروفیج که گفتیم حجرات نیوتروفیل است که اینا حجرات که بلند میکنه، مثل اسکرای است که هر کسی که پیشوش به عین عکس العمل داره، در عین وقت حجرات دیگی را فعال میسازه. این حجرات به نام حجرات دندریتیک سل یاد میشه، یعنی این هم مغز اصلی سیستم دفاعی است که سیستم اینت یا سیستم ذاتی را با سیستم دومی که سیستم مدافعی بخش خط دوم است ارتباط میده. و این حجرات چی میکنه؟ یک دشمن شناسایی میکنه، خودش هیچ کار نمیکنه، دشمن شناسایی میکنه، تمام جزئیاتش میگیره، هویتش میگیره، تصویر مکملش با جزئیات مشخصاتش بر دیگه قسمت ها مخابره میکنه. این هم این انتیجن یا امی ویروس یا امی باکتری هر چیزی که هست که داخل وجود شده ایره بله میکنن. وقتی ایره بله کرد ایره با پارچه های کوچک تبدیل میکنن و پارچه های کوچک همون قسمت هایی که باعث شناسایی از این میکروب میشه، هویت از او است، ایره در روی سطح خود آشکار میسازه. این حجرات به نام انتیجن پرزنتینگ سل یاد میکنن. برای اینکه این کار را که میکنی انتیجن پرزنتیشن است، انتیجن همون بخش میکروب یا یک جسم اجنبی است وجود میتونه مقابل شخص عمل دفاعی نشان بده. وقتی که این حجرات ایره در سطح خود تبارز داد، این میره این حجره میره به یک عقده لنفاوی. این یه حالت است که تقریبا یک روز در بر میگیره که یعنی دندریتیک سل یا جی دندریتیک میره به داخل یک عقده لنفاوی. مثل گفتیم سیستم اول آن عمل میکرد، این یک کمک وقت میگیره. معمولا برای سیستم دوم که هست که ادابتیو ایمین سیستم یا سیستم مدافعی کسبی است، برای از یک تا دو هفته را میگیره. خب این حجره چی میکنه وقتی که به داخل عقده لنفاوی میره؟ در اونجا امی انتیجن را که امی بخش های از میکروب یا ویروس را که تک تک کرده در روی سطح خود برای دیگه حجرات نشان میده، اونجا که میره در اونجا به میلیاردها تی سل است. تی سل یک بخش دیگه حجرات است، به اون نشان میده. در اونجا امو حجره را پیدا میکنه که تی سل را پیدا میکنه که به می انتیجن مطابقت داشته باشه. این حجرات که هست غیر فعال است، یعنی نایف سل میگیش، نایف تی سل. وقتی که این تماس میکنه امی در ریسپتور یا خزی از امی انتیجن را که تبارز داده، این تماس میکنه و یکی بعد اگر فت میشه مثل یک کلید داخل قلف میداره. اینی وقت است که حجره تی سل فعال میشه، اکتیویت میشه. وقتی که فعال میشه ای از اون شکل سودی خود میبره، مشخص به مقابل از ای انتیجن یا می دشمن عکس العمل نشان میده. در این حالت حجره تی سل دیفرنشیت میشه، یعنی متمایز میشه دیگه از حالت قبلی خود، یک حجره مشخص میشه. بعد از او ای بعد از دیفرنشیشن ای میره به پرولیفریشن، ای تقسیم میشه، یعنی تعداد زیاد مثل خود دیگه حجرات تولید میکنه که عین خصوصیت داره مقابل از انتیجن عکس العمل نشان میده. مثل که در سیستم دفاعی مثلا وقتی که راپور میرسه به یک قوی استخباراتی به یک بخش مشخص، مثلا به قوی هوایی، به قوی زمینی، به مثلا به یک عسکرایی که در خط اول دفاع هستن، اینا مقابل از این ویروس مشخص یا میکروب مشخص عکس العمل نشون میده با چند دوام مختلف. اول است که این حجرات تی سل فعال من مستقیما داخل جبهه جنگ میشن، یعنی جایی که میکروبا با حجرات قبلی که در جنگ بودن این داخل جنگ میشه، بخش دیگه
به میموری سل تبدیل میشه، یعنی یک امی حافظه خود نگاه میکنه امی بخش میکروب یا ویروس که چی بوده که در آینده بیاید باز مقابل شکل سلمان نشان میده. بخش سومش میره به اجرات دیگه که به نام بی سل یاد میشه، این هم در داخل اختی لنفوبی است. اجرات بی سل همونطوری گفتیم مثل تی سل وار نایو است، یعنی با کدام چیز مواجه نشده قبلا. در این وقت وقتی که این اجره تنبیه میشه همونطوری مثل پیشتر گفتیم اکتیویت میشه، فعال میشه، با دوزی دیفرنشیت میشه، متمایز میشه به وجوه خاص که مقابل از اینی انتیجن اکسال عمل نشان میده. باید توی پرولوفریشن میکنه، یعنی تکثر میکنه و تعداد زیاد دیگه تولید میشه که عین خصوصیت داره. ای چی میکنه؟ ای در قد مثل یک کشور فابریک سلاسازی است، برش یک چیز را میتی که مقابل از ای سلا بسازه، ای سلا میسازه مقابل از ای. ای فابریک سلاسازی چی است؟ ای اجره بی سل که بود ای بک اجره دیگه تبدیل میشه که به نام پلازما سل یاد میشه. پلازما سل در قد فابریک سلاسازی است، این مواد تولید میکنه که به ضد از امی انتیجن یا امی جسم خارجی که برای نشان داده شده سلای مشخص تولید میکنه. این سلای مشخص به نام انتیبادی یاد میکنه، یعنی انتیبادی ضد امی انتیجن است. این انتیجن ها را خونسا میسازه. آلی چی میکنه؟ این انتیجن ها وقتی ساخته شد این را به داخل دوران خون مندازه و به مجای میره که میکروبا در اونجا زیاد داخل شدن و چند حالت، یعنی مثل که در جنگ که در کشور است، داخل یک کشور همونطور که میبینین قوای مختلف یکی دشمن هم میزنن، وقتی که اینا میان اینا چی میکنن؟ دشمن هم بخش های انتیجن که داره اونمون را شناسایی میکنه، این انتیبادی میاد سر از این میشینه. مثل از این که یک کس ربیه یه ولچک رو زولانه کنی، چهار طرف شد سر از اون میچسته، این در قط ولچک رو زولانه میکنه. هیچ مفاد داره ای انتیجن انتیبادی که گفتیم یک بخش شکل داره مثل شخص حرف وای واره، امی دو بخش شاخکایش سر انتیجن ها از اون میچسبه، بخش دومش آزاد میمانه. ای اجرات دیگه که بله میکنه مکروفیجا بیاره بر از این زمینه مساعد میسازه که او آسانتر بلش کنه و این میکروبا رو از بین ببره. یعنی ای امو مشخصه سیستم ادابتیو است. بخش دیگه که گفتیم که در مثل که در تی سل گفتیم، در بی سل هم یک تعداد از این اجرات به مموری سل تبدیل میشه، یعنی اجرات حافظوی. مثل که در آرشیف یک اردو میبینیم که مثلا یک کس را قبلا توقیف کرده، یک دشمن آمده، دشمن خارجی شناخته، تمام اسناد و مدارک و شواهدش در یک آرشیف نگاه میکنه امره عکسش. در این کار عین کار میکنه، هم اجرات تی سل هم اجرات بی سل، یعنی به مموری سل تبدیل میشه. وقتی که میکروب از بین رفت در این حالت خب این اجرات دیگه ضرورت نیست و این اجرات یک مصرف اضافی است، مثل که عسکر آدم ضرورت نداشته باشه تشخیصش میکنن. این اجرات هم به پروسی دیگه میره که به نام کلونال دلیشن یاد میشه، یعنی حذف کتلوی. همین اجرات که کار خود انجام دادن تشکر میکنه ازش، مثل از عسکرات تشکر میکنه پروتون رخصت هستین ترخیص هستین. این اجرات هم از بین میره و اما در حافظه، در آرشیف اردو، در حافظه سیستم مدافعوی همو حجرات میموری سل میمانه. حالا مفاد از این چی است؟ مفاد از این است که مثلا اگر شما یک سلا را میسازین دفعه اول، شاید وقت زیاد بگیره، زیاد انجینیر را سرش کار کنه. پس یک موتر آدم میسازه، موتر که میسازه هر سال یک موتر نو میسازن، چندین انجینیر سرش کار میکنه و ماها. اما وقتی که همه چیزش مشخص شد بر هر بخش که میره همون پرزا را این رقم جور میکنه بدون که از سرش فکر کنه. در اینجا میموری سل وقتی در حافظه خود گرفت که دشمن مقابلش کدام سلاح ضرورت است، اگر دفعه دومی دشمن میه این سلاح آنن مقابلش ساخته میشه به میلیون ها و دفعتن را از بین میبره. به میو دلیل است وقتی که یک آدم میکروب دفعه اول میگیره به یک مرض خاص دفعه اول مصاب میشه، یک چند روز مریضی رو تیر میکنه برای اینکه سیستم مدافعی امو وقت میگیره که تا ایره از بین میبره. برای بخش دوم که سیستم دفاعی کسبی است، ای تا که مواد انتیجن و انتیبادی یک جا میشن و مقابلش سرا جور میکنه یکی دو هفته رو میگیره، پیکش به دو هفته میرسه. در این بخش دوم وقتی که مجرد که میکروب داخل شد ای آماده است آن از بین میبرش. در بسیاری حالات حتی شخص احساس هم نمی کنه که این مریض شده، یا مثلا شاید بسیار یک احساس خفیف تاو جان در دیگه پای بسیار خفیف سوایش میخیزه از خواه جور تیار است. دلیلش اینی است
امیدوار است سوال جواب شده باشه. بله، بسیار بسیار بحث جالب و واقعا بسیار به هم سیستم دفاعی، بسیار به هم سیستم لشکری و وزارت داخله و اردو و اینا میخوانه، بسیار جالب است و این نشان میده که خداوند یا طبیعت چقدر صحت انسان کوشش میکنه از او دفاع کنه، که میگن که صحت امانت است و باید ما در حفظش کوشا باشیم. ما بهترین نظام در داخل بدن خود داریم که ما خبر داشته باشیم یا نداشته باشیم، بیدار باشیم، خواب باشیم، او کار خود میکنه. اما دا کسبوریا در واقعیت چون ما در کار عملی میبینیم این سیستم بسیار مخلق و بسیار خوب کار میکنه، ولی همیشه اینطور نیست. این سربازا وقتی که دشمن نباشه بین هم میفتن و مردم بیچاره از بین میبرن. چرا اینطور اتفاق میفته؟ شما از نظر یک دکتر داخل چی میگین؟ بسیار سوال جالب است. سیستم مدافعوی همونطوری که دفاع میکنه مقابل دشمن، اگر در یک ملکت یک انرشی بیه، مثل که متاسفانه در ملکت ما هست، اردویی که باید مقابل دشمن استفاده میشد بین خود میزنن. وقتی که بین خود میزنن در داخل یک شور، وقتی که تو میبینی که تیاری خودت که تو بر دفاع مملکت خریدی سر خودت بمبارد میکنه، وزارت داخله مقابل وزارت دفاع میجنگه، مثلا امنیت مقابل اردویش میجنگه، این عین حالت در وجود بار میه. سیستم مدافعی وجود میتونه به دو طرف بره، دولت ابنورمالش یا حالت مرضیش، یا ایست که عکس العمل بسیار شدید نشان بده، در عکس العملش مقابل خود وجود انسان باشه، یا ایست که عکس العمل کافی نشان داده نتونه. عکس العمل اولیش به نام اتریمین دیزیز یاد میشه، امراضی که سیستم مدافعی وجود مقابل خودش عکس العمل نشان میده. مثلا یک مثال خوبش روماتوید آرترایتیس است یا روماتیزم مفصلی. در اینجا سیستم مدافعی وجود یک قسمت از قسمت وجود که خصوصا در مفاصل وجود داره این ضد خود فکر میکنه. یعنی سیستم مدافعی وجود اترست یک چیز داره به نام سلف و نان سلف. اجرات تیس که پیشتر گفتیم، اجرات تیس تمام اجرات اولیست که در داخل بون میرو در مخ عظم ساخته میشه. اجرات بی سل که هست در داخل مخ عظم، در داخل استخوان با ماتوریشن میشه، با تکامل میرسه. اجرات تی سل یک جای دیگه میره که به نام تایمس یاد میشه. این در تایمس وقتی که میره اکثریت از اجرات از بین میره. چرا؟ برای اینکه تایمس وظیفه مهمی که داره، تایمس یک غده است که در قسمت پایین تر از تایروید قرار داره، داخل قفس صدری، در حالت تولد بعد از کوچک میشه، دمور کده میره تا سن پیوبرتی یا بلوغ بعد خرد میشه، برای که وظیفهش تقریبا تکمیل میشه. این چی میکنه؟ این وجرات تیسل وقتی که میه ادبانی خاطر بنامه تیسل بخاطر تایمس یادش میکنه، این وجرات میه در تایمس و ماتوریشن یا تکامل میرسه. تایمس تمام انتیجنای نارمل وجود برش نشان میده، مثل که یک آدم در اردو میره در یک ملکت میره میگه اینی اموطنت است، اینی مخالط، اینی اموطنت نیست، این یک بیگانه است. اینم تو وجود هم تمام انتیجنای وجود برش نشان میده که این مقابلش عکس العمل نشان ندی و هر چیزی که مخالف از این بود او را پس بود، از بین ببرد. این یه سلف و نان سلف میگه. این اجرات تمام انتیجنای خود را مشناسه، هر چیزی که غیر از این بود او را از بین میبره. در این اجرات تی سل اجرات است که یک قسمتش به نام تی هلپر سل یاد میشه و یک قسمت دیگه اش به نام تی سپرسر سل. تی سپرسر مثل که اجرات پیشتر گفتیم که یک قسم اجرات است به نام نچرال کیلر سل. او بخش سیستم انیت است، بخش سیستم ذاتی است، هر دشمنی که میگه از بین میبره. مثلا یک اجره نرمال وجود مثلا منتن شده با واسطه باکتریا یا مخصوصا ویروس ها منتن شده، این نچرال کیلر سل یا اجره کشنده طبیعی که وان تی سل است میگه از بین میبره بدون از این که بهش تفاوت داشته باشه، یعنی مشخص نیست. هر اجره که منتن شده باشه با واسطه ویروس یا باکتری و یا اجره سرطانی این از بین میبره. تی سپرسر سل یا سایتوتاکسیک تی سل که وجود کشنده است بنام سی دی ایت هم یاد میشه، ای هم امی کار میکنه مگر در صورت که عمود دشمن برش معرفی شده باشه، مشخص معرفی شده باشه که اینی اجره که به اینی میکروب مصاب شده این از بین بر او امو اجره از بین بر صورت مشخص، چون این سیستم ادابتیو است. بخش دیگه که است اجره تی هلپر است یا سی دی فور تی سل.
این مشابهت از این مثل جنرال های نظامی است. البته جنرال های نظامی که وطن دوست باشند، وطن خود دوست داشته باشند. جنرال های نظامی در جنگ خود جنگ کنترل میکنه، یعنی مغز جنگ در قد جنرال نظامی است. در اینجا ای امر میده، فرمان میده که چی کنه، کوردینیشن میکنه، تمام انسجام میده، یک قوای مختلفه، چی سیستم ذاتی، چی سیستم ادابتیو است، کلش میگه چی کی چی کنه، مثل یک رهبر ارکستر رو هر رجل که میگه که در این مجرد سیستم دفاعی رو چی کنه و خودش رول عمده و رول اساسی را در سیستم مدافعوی ثانوی یا همی ادابتیو ایمین سیستم داره. خب وقتی که اینی سیستم برهم میخوره، هر کس به دل خود میشه، گپ قماندان قبول نمیکنه. اینی وقت است که سیستم معافیتی مقابل خود وجود عکس عمل نشان میده. متاسفانه کشور ما رو مثلا روما چریت رایتس گفتیم یک مثالش است که مفصلا رو میزنه. دیگه مثالش مثلا لوپس است، یک مرض است به نام سیستم لوپس ریتماتوسس که یک مرض بسیار خراب است، خصوصا در خانم ها زیادتر است. یا مثلا نو یک سیستم یک مرض آتیمین است. در پانکراس انسان اوجرات به نام بیتا سل وجود داره، یک جای وجود داره به نام جسیر لانگرهانس که در اوجرات الفا بیتا دلتا و گاما است. اوجرات بیتا اوجرات مشخصی است که انسولین میسازه، انسولین وظیفش داخل کردن شکر داخل اوجره است که انسان زندگی میکنه. اما سیستم معافیتی وقت مقابل از این انتیبودی میسازه، ای را از بین میبره، آیسته ایسته اوجرات از بین رفت و انسولین ساخته نمیشه. دیابت تایپ یک غریزی که برای انسولین بتی دیگه هیچ زنده نمیمانه مریض، به خاطر اینکه یک مرض آتیمین است. دیگه امروز آتیمین زیاد است، مثلا انفلامتوری باول دیزیز دو مرض مشخصی که داره، که یکش کرونز دیزیز است، دیگه ایش آلسراتیو کولایتیس یا التهاب کولون قرحوی. ای دیگه امروز زیاد دیگه هم هست، یا گالیان بری سندروم که یک آفت عصبی است، مالتیپل اسکلروسیس که یک آفت عصبی دیگه است. بخش دیگه که هست که ایمین دیفیشنسی، وقتی که ایمین سیستم معافیتی کار نده، مثلا اردو هست کار نمیده، وزارت داخله هست کار نمیده، مثلا امنیت هست کار داده نمیتونن، اما کار را که باید بکنن نمیتونن، یعنی دیفیشنت هست یا ناقص هستن. در این صورت امراض دیگه با وجود میاد، مثلا یک تداش از بسرورت ولادی در انسان میباشد، یکیش به نام دی جورجی سندروم یاد میشه که در اینجا در تایم از بسرورت ولادی نقص میداشته باشه. دیگه مثلا سیویر کمباین ایمینو دیفیشنس یاد میشه، یا مثلا کانسر، خود می کانسر یک حالت ایمینو دیفیشنس است. در حالت نرمال گفتیم که اجرات نفشل کلر سل کانسر اجرات کانسری از بین میبره، اما تو اجرات منتن از بین میبره، اما تو اجرات کانسری هم از بین میبره. در این حالت نمیتونه این کار رو بکنه. دیگه مریضایی که ترانسپلانت هستن، یعنی یک پیوند اعضا گرفتن، اینجا سیستم مدافعویش درست کار نمیده. اشخاص که رادیشن، های دوز رادیشن تراپی میگیرن، یا تداوی شعاعی دوز بسیار بلند میگیرن، یا تداوی کیمیایی میگیرن، مثلا مریضای سرطان، کل از یه حالت دیگه ایش داره که به نام ایمین دیفیشنت، یا یکی از مرضای بسیار عمده ایمین دیفیشنسی که به نام ایدز یاد میشه، یا acquired immune deficiency syndrome، کامل از یک ویروس هست به نام HIV یا human immune deficiency virus. در این حالت ویروس همین اجرات جنرال که گفتیم CD4 اجرات کل سیستم تنظیم میکنه، جنرال یک مملکت از بین ببر، عسکر به قمانده میمانه، این عین کار را میکنه. یعنی سیستم مدافعی میتونه یک ضررهای داشته باشه که آتیومین امراض به وجود بره، امراض آتیومین و دیگه امراض ایمین دیفیشنسی. تشکر. شما از آنتیجن نام بردین، چی چیز میتونه منعیس آنتیجن کار بتایی؟ غیر از آنتیجن اونمو پروتینی هست که یا در شکل در ساختمان مایکرو ارگانیزم ها به کار رفته، دیگه چی چیزا میتونه که منعیس آنتیجن کار بده؟ هر چیزی که سیستم دفاعی وجود بهش آشنا نباشه، یعنی نان سلف که پیشتر گفتیم، هر جسم خارجی که در وجود باید نباشه، اینی انتیجن است. انتیجن یعنی تولید کننده ضد خود. انتی ضد میگه، جن مولد، مولد ضد خود. وقتی که تو داخل مملکت میشی، اسناد نداری، ویزه نداری، پاسپورت نداری، میگیرنت بندیت میکنن. این رقم هر چیزی که ای خواه ویروس باشه، خواه باکتری باشه، خواه پرازیت باشه،
هر چیزی که باشه یا جسم خارجی باشه، وقتی داخل وجود انسان شد، وجود انسان مقابل از این عکس العمل نشان میده، اون انتیجن انتیبادی سیستم را که بیشتر گفتیم. یک حالت دیگه که از این میتونه انسان یک استفاده مثبت بکنه به نفع صحت خود ایست که تو از این سیستم میتونی استفاده کنی که سیستم اتو ترین کنی که کپی دشمن برش بیدی که خود دشمن نیست در اصل، یک کپیش است. او را برش بیدی از این سیستم استفاده مثبت کنی به نفع خود و این واکسین است. واکسین ها به می طریق ساخته میشه، یعنی آدم میتونه از این کار یک استفاده مثبت کنه. برای مثلا مثل که در اردو برش نشان میدی دشمن خارجی که میه یعنی قواره را داره، یعنی رنگ جلدش هست، یعنی رنگ چشمایش هست، یعنی رنگ لباسش هست، یعنی کلتورش هست، یعنی زبانش هست، این را برش نشان میدی. اما در خط راستی دشمن نیست، یک ماکتش، یک نمونهش هست که واقعی نیست. اما تو عسکر ترین میکنی، عسکر هر دفعه که تو یک آدم ها میگیره او را میگه دشمن هست، از بین میبرش. اینی واکسینیشن ها که ما میگیم بین این طریق ای با وجود آمده. شما گفتین که نزد خانم ها زیاد است امراض سیستم معافیتی یا آتو ایمون، به کدام دلیل میتونه که چون گفتم میشه که حتی تا 75% امراض آتو ایمون پیش خانم ها زیادتر از مردان؟ و یک چیز دیگه که یک مقاله دیگر میخواندم بسیار جالب بود و او سیستم نظریه چیز است که هر قدر در یک جامعه مثلا اطفال بسیار پاک نگه داشته شوند، او اونمو چیزایی را که شما گفتین اونمو سیستم دفاعی بدن از او دیگه میکروبی نیست که بتونه تمرین کنه مقابل از او، بالاخره وایسته است برمیگرده پس به خود انساج بدن. که از این خاطر میگن که در کشورهایی که بسیار پیشرفته است امراض اوتوایمون از این خاطر زیاد است که چون اونجا بدن در تماس با میکروب یا چیزای خارجی نیست و اونمو عسکرا که تنها ماندن باز بین خود میزنن یا مردم اذیت میکنن. چرا نزد خانم ها زیادتر از اصل سوال ما این بود؟ چرا امراض اوتوایمون هم که شما گفتین حداقل 50-75% امراض اوتوایمون در نزد خانم ها دیده میشه؟ یکی از تئوری را که شما گفتین سیستم مدافعی خانم ها یک سیستم است که عکس العمل التهابی وقتی که نشان میده عکس العمل التهابیش شدیدتر است نسبت به مردها. دیگه ایست که هورمون جنسی زنانه میتونه رول داشته باشه، مخصوصا استروژن. و این مطالعاتی که نشان میده مثلا خانم ها را میبینین زمانی که سویه هورمون درشان بالا میره یا با پایین میره، در این حالت میتونه یک تغییرات بیاره. مثلا وقتی خانم ها حامله میشن یا وقتی که خانم ها به منوپاز میرن و به انقطاع تنس میرن، این امروز تغییر داشت میره. به می دلیل ایره میگن که ممکن این دلیل داشته باشه. دیگه تئوری که هست ای هست که مردا 22 XY داره، کروموزوم هم ساختمان کروموزومی مردا که هست 22 plus XY هست، یعنی 22 کروموزوم جسمی داره، دو کروموزوم جنسی داره که کروموزوم جنسیش یک X هست و دیگه Y هست. کروموزوم Y هست که تعیین جنسیت میکنه. دگیش که در خانم ها که هست 22 XX، یعنی 22 کروموزوم جسمی داره، دو کروموزوم جنسی داره که دوش X هست. یکی از موضوعات که نامرتبط هست اما در فرهنگ ما بسیار مهم است، خانم ها را زیاد ملامت میکنن که خانه دختر تولد شده. در واقع اینی Y هست که جنسیت تعیین میکنه، کروموزوم Y تعیین میکنه که زن باشه یا مرد. به او خاطر همی بعض خوشوهایی که عروس خودم ملامت میکنن که چرا باز خانه دختر شده، در واقع بچهش ملامت است. این هیچ کس ملامت نیست، انسان انسان است، زن مرد صحتمند باشه همه چیزش بسیار مهم است. اما کسایی که ملامتی رو سر زن میندازه، در واقع زن هیچ این قصور نداره. به هر صورت یعنی اینی چهار فرضیه را میگن که زیاد رول داره. امراض اوتوایمون شما گفتین مثلا سیستم دفاعی وجود هر قدر که با انتیجنا یا مواد ضد خود مواجه میشه اونو خیلی قوی تر میشه. مثل که یک طفل نازدانه این نه درس میخونه نه سپورت میکنه، هیچ چیز نمیکنه، فقط عیاشی میکنه. وقتی که در حالت جنگی مواجه شود این نمیتونه از خود دفاع کنه، باید بادیگارد داشته باشه، بادیگارد هم وقت نیست، ایراد میگیرن لطش میکنن. اما یک طفل که در پلیسی که کار کنه، زحمت بکشه، مکتب بخونه، تا پلیس با انواع اقسام مشقات هم کار باید بکنه، تو برای فامیل خودم یک
روزی تهیه کنه. اینی طفل است که مقاومتش بلند است. به عین رقم سیستم مدافعوی وقتی که با انواع اقسام میکروبا سر و کار داشته باشه این قوی میشه. البته این مفهوم از این نیست که آدم خود کوشش کنه منتن بسازه، اما سیستم مدافعوی اونم طور که پیشتر گفتیم انتیجن شناسایی میکنه مقابلش انتیبادی میسازه. این سیستم مدافعی خیلی است. به این دلیل است که دکتر اطفال مثلا در کشورهای غربی وقتی که اول خود امی پاسیفایر یا چوشک بر اطفال که ما میگیم این توصیه نمی کنه دکتر، اما همه استفاده میکنه. میگه چوشک در زمین افتاد یا ده دفعه میشویش، میگه امیر نشوین پس بتش که بخوره. میشه که باید چند میکروب یه آشنا شود سیستم مدافعی تنبیه شود. یعنی هدف اونم تنبیه سیستم مدافعی است. و اینکه چرا در خانم‌ها زیادتر است اینی چند تیوری را که گفتیم دلیلش ممکن باشه. بله ای را سر موشا هم تطبیق کردن. یک گروه از موشا را در یک محیط کاملا استریل نگهداری کردن و یک موشا را در محیط تقریبا نمیتونه بگید استریل اما نیمه استریل که زیاد استریل نبود، اما موشایی که در محیط استریل بودن اونا امراض اوتوایمون در بینشان زیاد بود. ولی خب در بین گروه دیگه هم از علتهای دیگه مرگ و میر زیاد بود، آفات امراض انتانی و دیگه. خب به هر صورت خاطر بسیار مردم افغانستان هم جمع ساختیم که دیگه خانم‌ها را ملامت نسازن و بفهمن که مشکل اصلی یا اصلا مشکل نیست. طبیعت در طول قرن‌ها خودش کنترل میکنه تعداد مرد و زن. شما هر چی که بگوین اگر درست است یک نفر مثلا 4-5 دختر داره و یک نفر دیگه 4-5 پسر داره، یعنی طبیعت در مجموع کنترل میکنه ما بخواییم یا نخواییم. مسئله اصلا ملامتی مطرح نیست.